ادامه برنامه است. بیننده های گرامی، آقای نظیف شهرانی استاد دانشگاه را به خود داریم. آقای شهرانی خیلی خوش آمدین به برنامه. ممنون. آقای شهرانی، تا این جای کار آقای ترامپ پیشتاز از هرچند که برای فعلا خانم هریس هم نزدیک شده به او، یعنی او قدر زیاد فاصله بینشان نیست، ترامپ 230 است و خانم هریس هم 209، یعنی به این معنا که از اون حالتی که بسیار فاصله داشتن به لحاظ رای از یکی دیگه نزدیک شدن، به رای هایشان نزدیکتر شده و ای که تا هنوز 8 ایالت مانده که معلوم شوه کی در این ایالت ها پیروز است. میخوایم اینطور بپرسم از شما که اگر مطلق به بحث افغانستان بپردازیم، به سیاست های خارجی یا به سیاست های آقای ترامپ در مورد افغانستان مهمانان من پرداختن، اگر به خانم هریس بپردازین، فکر میکنین که اگر خانم هریس برنده این انتخابات باشه، تغییری را که در روی کردهای خودش، چون قبلا هم این معاون، فعلا هم معاون ریاست جمهوری امریکاست، خواهد آمد چی خواهد بود؟ روی کردی که در برابر طالبان اتخاذ می شاید بکنه چی خواهد بود به نظر شما؟ بسم الله، الحمدلله و این استعین، سلام به شما، سلام بیننده گرامی شما. خب ببینین، خانم هریس تا هنوز کدام حرفی مستقیمی به ارتباط مسائل افغانستان در کمپاین خود نگفته، و اقلا ما تا هنوز نشنیدیم که چی گفته بوده باشن. از اون لحاظ ما باید انتظار بکشیم ببینیم که معمولا رؤسای جمهوری امریکا وقتی که انتخاب میشن یک مدت وقتی میداشته باشن تا که اینا کرسی ریاست جمهوری را البته اتخاذ بکنن که 20 جنوری سال آینده خواهد بود و ممکن است مشاورین زیادی هم داشته باشند که از اونا مشوره بگیرن. خانم هریس تا هنوز خود بسیار زیاد از آقای جو بایدن از لیازی پالیسی ها اینا دور نکرده، اگرچه تلاش کرده تا حدی، خصوصا در قسمت جنگ غزه مثلا میگه که من حتما جنگ پایان میگم، یکی از چیزهایی که ما شنیدیم، اما در باره افغانستان تا هنوز چیزی نگفته. مثلا احتمال، ببخشید، مثلا احتمالی که میره به دلیل از اینکه یک خانم است و نظر به رویکردهای تاریخی که وجود داشته، حتی در دور اول طالبان گفته میشه که آنچه که بر حکومت او زمان امریکا فشار وارد کرد که طالبان را به رسمیت نشناسند، جنبش های زنانه ای بود که در امریکا تشکیل شده بود. حالی که اگر مثلا خانم هریس بیایه و رئیس جمهور امریکا شوه، فکر میکنین که چقدر نقش این جنبش های زنانه میتونه تعیین کننده باشه در پالیسی های امریکا، که اگر پالیسی برای افغانستان بسازن و او را تطبیق بکنن با توجه به روی کرده که طالبان در برابر زنان داره؟ دو چیز بسیار مهم است، که یکی که خودش یک خانم است و موضوعاتی که در افغانستان به ارتباط حقوق زنان میگذره حتما برش ارزش خواهد داشت، و خانمایی که در کنگرس هستن یا در نهادهای دیگه هم هستن ممکن است خودش فشار بیارن و یادآور هم شوند که نباید اقلا طالبان را به حیث یک حکومت مشروع بشناسند. عدم شناسایی من فکر میکنم خیلی هم مهم خواهد بود و دوام خواهد کرد. مسئله دومی که بسیار مهم است ایست که در کنگرس فعلی که هنوز هم تا 20 جنوری دوام میکنه، اینجا پیشنهادهای شده که باید اینمی کمک های 40 میلیون دلاری هفتهوار باید قطع شود و کنگرس فعلی ای را تایید کردن و به سنا رفته و در سنا هنوز هم مانده که آیا تا آخری یعنی کی انتخاب خواهد شد به ایسی رئیس جمهوری امریکا میتونه تأثیر گذار بوده باشه که آیا این قانون در امی کنگرس فعلی تایید شود، و اگر شد البته رئیس جمهور مجبور است به اساسی از او اینیم کمک های که تا هنوز میگن حدود 60 میلیارد 6 میلیارد دلار یا بیشتر از 6 میلیارد دلار در 3 سال گذشته بوده این را قطع بکنن، و اگر این امکانات قطع شود البته تاثیر بسیار زیاد منفی بالای دوام حکومتی تا
طالبی خواهد داشت. و اما خب بس ببخشین آقای شهرانی، وقتی در مورد طالبان صحبت میکنیم با روی کرده که امریکا خصوصا در قبال افغانستان گرفته میتونه، بس منطقه بسیار حائز اهمیت است. او فکر میکنین که طالبان با روی کرده که تا کنون داشته، اگر به یک وضعیت سردوچار شوه که یک تصمیم بگیره، فکر میکنین که کدام طرف انتخاب خواهد کرد؟ آیا اینا بدون از اینکه یک مذاکره را با طالبان شروع بکنن یک چنین قیوداتی را بر طالبان وضع خواهند کرد یا نه؟ یک چیزای شروع میشه، صحبت میکنن با اونا، مثلا بعد اگر به نتیجه نرسیدن با یک چنین موارد اعمال میشه. اگر به او مرحله برسن که صحبت بکنن، فکر میکنین که طالبان کشورهای مثل چین و روسیه و ایران را انتخاب خواهد کردن یا نه مستقیم با امریکا وارد تعامل میشن و امریکا را به اونا ترجیح میدن؟ ببینید، چینایی ها در طول 3 سال گذشته کمک زیادی برای طالبان نکردن، اما استفاده زیادی از طالبان بردن در قسمت معادن. بعضی مسائل دیگر هم که مطرح بوده، چینایی ها البته زیاد مفاد بردن. همچنان روسا گاگایی حرفای بسیار بین المللی میزنن که باید حکومت فراگیر بیاید و حقوق زن ها و اینا چی شوان، در این حال با ایشان نرمش عمل کردن که سفیرشان قبول کردن اونجا، اما رواندی مسکو و دوام میدن این حرفا. ایرانی ها هم همچنان فقط عقب مفاد خودشان هستن، نه مفاد افغانستان یا مفاد طالبا به صورت کل. از اون لحاظ من فکر نمی کنم این سه گروه ضد امریکایی در حقیقت در منطقه بتونن جای امریکا را چی بکنن، پر بکنن. امریکاست که امروز طالبا را با 40 میلیون دلار افتوار و از اون بیشتر ممکن است اکثر قدرت نگاه کردم. از اون لحاظ امریکا جای کسی دیگر جای امریکا را پر کرده نمیتونه در منطقه. از اون لحاظ طالبان میفهمن و طالبان اظهار هم میکنن که بله، پول امریکا آمده روان است، از تای امریکا در دست ماست و ما با قدرت خود، یعنی بعد با اذن خودشان دوام خواهیم داد. از اون لحاظ من فکر نمی کنم که ما کدام تحول بزرگی را در منطقه در آینده نزدیک، چی ترامپ ببره یا چی هرس، ممکن است در جای امریکا هنوزم در منطقه و در افغانستان باقی ببانند. بسیار تشکر جناب استاد از حضور شما در برنامه. سلامت باشید.